آریا جان سلام. درود آرمین جان، خوبی؟ مرسی، خوب هستی؟ من فکر کنم چقدر از لایوت گذشته؟ فکر کنم نمیدونم تازه شروع کردی اینا. خلاصه به آخر صحبت من رسیدم که تا اینجایی که گفتی خیلی فرق کرده طالبان با نسبت به چند سال پیشش، نه که فکر از روش سیاسیشون، از لحاظ ایدئولوژیکی من نمیگم فرق کرده، یعنی ممکنه سیاستاشو فرق میکنه، یعنی یه مقدار یاد گرفتن که چجوری بقا ایدئولوژی و ایدئولوژی و سیاستشون با هم ترکیبیه دیگه، مثل جمهوری اسلامیه. یعنی نمیتونیم مثلا مسیحی ها مثلا الان پاپ بگیم سیاست جدا ایدئولوژی جدا، اینا با هم مچن همیشه. این حکومت های دیکتاتوری مچه کامل نه، ولی به هم ربط دارن. درست، بله. واسه همین اگرم الان فکر میکنی تو رسانه های خردالا طالبان اومده دست پایین رو گرفته و این ورم مثلا به گفته خودشون اومدن پشت دیوارای کابل منتظر شدن تا انتقال قدرت کامل انجام بشه، مردم با یه ذره سلم بیا و اینا نزدیکتر به پایین داخل. میکروفون، من هدفون رو گوشم الان خوبه؟ باشه، دست به هدفون باش. آره خوبه، ولی دست به هدفون نزن. مرسی، بگو. اوکی، الان طالبان به این نتیجه رسیده که میخواد حکومت کنه. یه کشوریه، حالا حکومت عوض شده، میخواد حکومت کنه. پس اینجا اگرم اون ایده های فکری دیکتاتوری رو داره، با میخواد یه مثلا شکنجه ای کنه، میخواد یکی رو آزار بده و اینا، مجبوره. حالا که فهمیده اینترنت از رسانه هست، سریعا این رو پخش میشه، باید یه جوری خودشو خوب جلوه بده توی بین الملل که بتونه اینجوری حکومت کنه، مثل جمهوری اسلامی و سال 57. آره، ما سال 57 وقتی خلخالی اومد اون جنایات رو کرد، اون وحشی بازی ها رو کرد، دیدن نه دیگه مثل قدیم نیست، رسانه سریع پخش میشه تو دنیا، همه فهمیدن که اینجا داره جنایت صورت میگیره. چیکار کردن؟ همین الان به نظر شما ایدولوژی جمهوری اسلامی از سال 57 تا الان تغییری کرده؟ ببین، اگرم تغییر کرده باشه معنیش نیست که بهتر شده. خب، یعنی ما اگه بگیم تغییر کرده، ما دفاع از جمهوری اسلامی نیست، ما میگیم تغییر کرده ولی خب بدتر هم شده، یعنی زرنگتر شدن برای جرم جنایتش. میوزم چیه؟ آرمی، میدونی ممکنه فرقش چه تفاوتی کرده از اون وقت تا حالا؟ اون وقت مثلا میومدن مثلا یه گروهی از حالا کسایی که مخالفشون راحت میومدن تیربارونشو میکردن تو ملأ عام، یا حالا جایی خیلی هم چیز نداشتن که پنهان کنن این قضیه رو. حالا الان مثلا مخالفی که میبینن مثلا تو آبان ماه یا جایی که مردم اعتراض کرده بودن توی سالهای اخیر، میان تو زندان ها با بدترین شکنجه ها، اصلا معلوم نیست کیو اعدام کردن، معلوم نیست که دیگه از دید مردم فقط اینو پنهان کردن، اینجوری فرق کردن. حالا طالبان هم به این نتیجه رسیده. خب البته تعداد اعدامشون هم به شدت کمتر شده، ولی نه به خاطر اینکه مثلا مهربون‌تر شده، اینا به خاطر بقای خودشون مثلا استراتژیشون عوض شده و فلسفه‌شون عوض شده. می‌دونی می‌ذارم چیه؟ یعنی حتی اگه آره فقط میخوان یه کاری کنن، یعنی ایدئولوژی همون سر جاشه، فقط یه جورای مظلوم نمایی میکنن توی بین‌الملل و توی رسانه که نه ما چیزی که شما فکر میکنین نیستیم، طرفدار جنگ و خونریزی و اینا نیستیم، طرفدار شکنجه نیستیم، با آزادی بیان موافقیم، در صد این که پشت پرده دارن همون کارهای خودشون رو انجام میدن. طالبان هم به این نتیجه رسیده، فهمیدی میخواد این کشور حکومت کنه. و بذار من یه ذره یه چیزی بگم. ببین مثلا طالبان اگه نگاه بکنی یه اصولی داره. ببین الان طالبان هم بقای خودش رو میخواد، خب، و هم بله. میخواد هم ثروت بیشتری میخواد. خب اگه بقای خودش رو بله. نگاه بکنی، خب بقای خودش ببین اگه ببین مثلا اگه اینا میتونستن همه اصولشون رو بذارن زیر پاشون که به نفع بقاشون باشه، خب اینا میذاشتن زیر پاشون، خب، ولی نه، نمیتونن همه اصولشون رو بذارن کنار، اصلا نمیتونن اکثر اصولشون رو نمیتونن بذارن کنار، خب، به خاطر اینکه جذابیتی که یعنی به این هم باید از لحاظ داخلی نگاه کنن هم از لحاظ خارجی. خب مثلا شما اگه طالبان باشی، مثلا اگه یه موقع بیای بگی که خب مثلا ما حجاب هم مثلا نباشه دیگه، همه زنا هم برن مدرسه، هیچ قانونی هم نداشته باشیم،
آزادی بیان کامل، به محمد هم هر کی بخواد بیاد مثلا فحش بده اشکال نداره، آزادی بیان. خب اینا همه کسایی که خود گروهش خودشون هستن اصلا باشون جنگ داخلی میشه بین طالبان، میدونی نظرم چیه؟ یعنی اینا باید اینا یه برندی دارن. ببین مثلا جمهوری اسلامی، خب حتی اگه به نفع بقایش هم باشه که مثلا با آمریکا دوست بشه، نمیتونه مثلا، بالاخره پایه جمهوری اسلامی یه مقدارش، یعنی اصلا هویتشون دشمنی با آمریکا. آرمی خب؟ من متوجه شدم منظور تو صفر تا صد تغییر نیست، یعنی نمیگه مثلا صفر تا صد طالبان تغییر کرده. منم اینو نمیگم که مثلا تغییر نکرده صفر تا صد. منظور ما صفر تا صد نیست، اون عقیده ایدولوژی اسلامیشو سر جاشه. ما صحبتی که من میکنم اینه که مثلا نمیدونم قندهار بود یا هرات که تو بلنگو جار میزدن دخترهای 12 ساله به بالا خودشونو تسلیم امارت اسلامی کنن. من میگم این مثلا جمله حالا گفتن چند روز پیش، ولی به این نتیجه رسیدن که از طرف سازمان بین‌الملل و اینا همه صداشون در اومده دیگه، اینجوری نمیتونن تو ملأ عام جار بزنن این چیزا رو. یه خورده با ملایمت این کارا رو اگه میخوان انجام بدن یا پشت پرده انجام بدن. خب پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه، حالا ایدئولوژی سر جاشه، فقط یه خورده بیان این کارا رو پشت پرده انجام بدن که از دید مردم پنهان بمونه، وگرنه ایدئولوژی سر جاشونه، تغییرشون هم 100% نیست. و البته اینا هم باید بگم فعلا ما نمیتونیم 100% بگیم تغییر کرده یا نکرده. محمد هم اگه دقت کرده باشی، محمد قبل اینکه بیاد مکه یه صحبتایی کرده بود، وقتی به قدرت رسیده بود یه صحبتای دیگه کرده بود. همین خمینی هم همین بوده توی پاریس، یه صحبتایی کرده بود، گفته بود من با آزادی و اینا موافقم، زنان حق دارن پوشش داشته باشن یا نداشته باشن، از این صحبتا کرده بود. وقتی رسید به قدرت یه چیز دیگه شد. حالا اینا هم فعلا هنوز قدرت 100% دستشون نرسیده، یعنی هنوز چیز تقسیم قدرت انجام نشده به طور کامل. باید بیان رو کار همه چیشون تصویب بشه، کسایی که میخوان رأس قدرت بیان انتخاب بشن، بعد باید چیزاشونو بسنجیم، کارایی که میخوان انجام بدن بسنجیم تغییر کردن یا نکردن. من میگم یه خورده فعلا زوده. بله، یه چیزایی هم که روی اینا تاثیر میذاره، ببین بالاخره الان طالبان اگه کاملا حکومت افغانستان فقط بشه طالبان، اینا میشینن روی 1 تریلیون دلار فلزهای ریر متالز. چی میشه؟ ریر متالز میشه فلزهای کمیاب، نمیدونم. یه سری فلزهای کمیاب اینا، و این 1 تریلیون دلاره. 1 تریلیون دلار، خب؟ و اینها به نفعشون و چین هم الان شما نگاه کنین افغانستان خیلی براش، برای این جاده‌ای که دارن میسازن، جاده ابریشمی که دارن برمیگردن، این از لحاظ استراتژیکلی برای چین خیلی مهم خواهد. برای چین سود داره، برای جمهوری اسلامی. بله بگو. و من چیزی که میخوام بگم اینه که ببین، اگه مثلا چین نبود الان، برای طالبان خیلی انگیزه میبود، خب، که یک مقدار از لحاظ تبلیغاتی مثل قبلا نباشه، برای اینکه اینا تمایل دارن که از کشورهای بیشتری اینا رو حکومتشون رو تایید کنن، بیان وزارت بزنن و بتونن وزارتشون رو، یعنی نگه دارن و بتونن با این کشورهای مختلف تجارت بکنن. خب یعنی یه مقدار این طالبان امروز از طالبان 20 سال پیش یه مقدار زرنگتره، یه مقدار سیاست بلد بیشتر میشناسه، خب، و اینا تمایل دارن که مثلا بیان یه مقدار، نه که تمام اصول اسلامی اینا رو بذارن کنار، نه اونا سر جاش هست، ولی یه مقدار مثلا تمیزش کنن که مثلا بتونن تجارت بکنن. آره، کم رنگ ترش کنن، بتونن تجارت بکنن که این حداقل سودای مالی از این تجارت رو ببرن. متاسفانه این فشاری که مثلا رو طالبان میومد که یه مقدار مثلا اینو کم رنگ تر بکنه، یه مقدار فشارش بخاطر چین الان کمتره، یعنی بخاطر چین براش مهم نیست که شما حقوق بشری رعایت میکنین یا نمیکنین. خب یعنی اون فشار هست، یعنی هنوزم طالبان ایمیل خواهد داشت که کشورهای بیشتری بیان تایید بکنن که باشه حالا شما حکومت افغانستان بیان با هم تجارت بکنین، و به خاطر همین کمرنگ ترش خواهند کرد. ممکنه، ما نمیدونیم، همونجوری که گفتی باید ببینیم، ممکنه کمرنگ ترش بکنن نسبت به قبل، ولی متاسفانه این فشار به اون شدتی که باید باشه
نخواهد بود به خاطر وجود چین. به نظر من طالبان هم به تنهایی نمیتونه مثلا همچی کاری کنه، یهو بگه کمرنگ میکنیم این قضایی ها رو، مثلا نکاح اجباری دیگه نیست، خب باید مثلا طبق رضایت اگه میخوان نکاحی انجام بشه انجام بشه، نمیتونه هم این کار رو بکنه. چرا؟ چون اینکه فقط خودش نیست، یه پیروانی هم داره، پیروانش هم از قوم پشتون هستن، از پاکستان هستن، از حالا انواع قومیت ها هستن، مثل زمان حضرت محمد که حمله کرده بود، خب به پیروانش قولایی داده بود، قول غنیمت داده بود، قول کنیز داده بود، قول نمیدونم از این چیزا داده بود. پس اینجوری هم مثلا بین پیروان خودشون هم قطعا اگه بخوان این کارو یهویی کنن، یه اختلافایی میفته که آقا شما به ما قول دادید، ما طبق یه چیزی جهاد کردیم، ما طبق یه چیزی به پیروان شما پیوستیم که کنیز داشته باشیم، بتونیم غنیمت بگیریم، بتونیم فلان کنیم، بهمان کنیم، ولی الان شما میگین نه این چیزا کنسله، ما میخوایم یه خوردی کمرنگ تر پیش ببریم. پس این چه اسلام طالبانیه؟ حالا پیروان خودشون هم قطعا این اختلافو میاد. پس من میگم به نظر من شخصا تغییری تو کار نیست. اگرم یه تغییری ما احساس کنیم توی رسانه، اون تغییر از دید اینه که از پشت پرده دارن کارا رو انجام میدن و همیشه هم پنهون نمیمونه، مثل کارهای کنونی جمهوری اسلامی. این از این من ولی اگه این از رنگ تر باشن یه مقدار صبر میکنن، یعنی واقعا مثلا این الان که مثلا همین یه دونه خبری که اومد که اینو دارن میرن کنیزگیری دنبال دخترای بالا 12 سال میگیرن، همین الان کلی همه جایی داره تکرار میشه. خب یعنی اگه اینا یه مقدار بخوان از لحاظ سیاستی مقدار زرنگ تر باشن، باید مثلا غنیمت هایی که به اینا مثل جمهوری اسلامی زرنگ تر باشن، یعنی که بیان کسایی که مثلا مهم هستن تو طالبان رو بگن که بابا جون ببین ما روی یک تریلیون دلار غنیمت جنگی اینا تو کوهامونه، خب این دخترها رو شما بذارید کنار که این همه به ما فشار نیاد که ما بتونیم تجارت بکنیم با کشور دیگه، شما غنیمت جنگی ما به شما، ما شما به مقام و پول و اینا میدیم. خب یعنی مثلا یه مش آدمایی که خیلی مهم هست مثل جمهوری اسلامی خیلی اینو بعد از 40 سال یاد گرفته. خب اتفاقا طالبان باید بره با جمهوری اسلامی صحبت کنه، شما این کارای شر بودن از جمهوری اسلامی باید یاد بگیره. برای اینکه اتفاقا نمیدونم شنیدی یا نه، گفت که به نظر ما چیز سیاستی رو که میخواییم دنبال کنیم خیلی نزدیک به جمهوری اسلامی و کاملا مورد پسنده واسه این هم گفتن اتفاقا چند روز پیش. آره اینا هم بالاخره ببین طالبان هم یه هزینه هم ببین الان خیلی همه دارن میگه او طالبان پیروز شد، طالبان پیروز شد، ولی طالبان خب یه هزینه هم داد بالاخره 20 سال پیش که اینا اومدن. یعنی طالبان ترجیح میداد که مثلا 20 سال پیش اینجوری آمریکا نمیام شکستشون بده، خب الان کلی الان افتخار پیروزی اینا میکنن، ولی خب دوست ندارن دوباره تکرار بشه. البته فکر نکنم، نمیدونم حالا تکرار یعنی یه ثباتی اینا یه ثباتی تو افغان بذار من حرفم تموم شه، اینا ممکنه ببقید. بگن که مثلا مثلا القاعده و اینا یه موقع دیگه نیاد مثلا یه هم برین که مثلا ببین الان دموکرات ها هستن، خب اگه یه موقع دیگه حکومت اومد جمهوری خواه میشه ریپابلیکن بفرسی اومدن و افغانستان یه جایی دیگه بشه که یا داعش یا مثلا القاعده باعث بشه که از اونجا با آمریکا حمله کنن، حکومت بعدی آمریکا ممکنه بگه که ما باید دوباره به افغانستان حمله بکنیم به خاطر اینکه بایدن مجبور میکرد ما باید بریم افغانستان. خب یعنی اینا یه انگیزه هم ممکنه داشته باشن که نذارن افغانستان اونجوری بشه که دوباره اون بلایی که سرشون 20 سال پیش اومد نیومده. ممکنه بگو. ببین این در صورتی یک برای آمریکا تهدیدی به عمل بیاد، حتی اگه جمهوری خواه بیا رو کار، اگه تهدیدی برای مثلا کارهای تروریستی بخوام مثل 11 سپتامبر اینجا چیزی انجام بدن تو آمریکا، آره انجام میدن، با یه در صورت دیگه مردم خود افغانستان قیام کنن، قیام داخلی کنن بر علیه نظام کنونی طالبان، حالا یه کشوری هم مثل آمریکا بیاد پشتشون رو بگیره که دیگه بعید میدونن، چون دیگه نیروهاشون دیگه کامل بردن و دیگه بعید میدونم تا اینکه تهدیدی به حساب بیاد برای آمریکا بخواد دوباره نیرو بفرسته. من نمیگم این اتفاق میفته، من احتمالش خیلی کمه قبول دارم، خب میگم ولی یه چیزیه که طالبان ممکنه الان بگه که خب ما حتی اگه 5% هم احتمال داره بکنیمش 1%، میگم ازم چی، یعنی اینا قدرت که دستشون بیاد
ممکن یعنی همه محاسباتشون بر اساس این خواهد بود که چجوری دیگه این قدرت رو از دست نده. خب بر همین ممکنه اگه زرنگ بشن نذارن مثلا دوباره اونجوری بشه که قبلا شد. حتی فکر کنم آرمین ببخشید تو صحبتت، فکر کن منظورت رو متوجه شدم. بعد یه لحظه از جملات گفتی توی قبل از اینکه بیام گفتی که مردم افغانستان هم به خاطر این نشستن و نگاه کردن همینجوری طالبان یهو مثل قارچ سبز شد و اومد داخل، به خاطر اینکه فکر میکردن طالبان تغییر کرده، اینو گفتی؟ نه من نه اصلا اینو نگفتم، من اشتباه متوجه شدم. نه تو اینو به چه علت میبینی که مثلا راحت اومدن داخل؟ من یکی از دلایل خیلی زیاد داره، یکیش میتونه این باشه خب که ببین مثلا کسایی که تو ارتش افغانستان هستن همونجوری مانند کسایی که تو ارتش عراق بودن موقعی که داعش حمله کرد و اینا همیشه رو گذاشتن رفتن، اینا برای جنگ نیومدن عضو ارتش شده بشن. خب اینا یعنی هدفشون برای عضو ارتش شدن دفاع از افغانستان خب اینا هدفشون اینا پول احتیاج داشتن، میازم چه؟ یعنی کار نبود، پول احتیاج داشتن. ارتش افغانستان، ارتش طالبان یه ارتشی بود که ایدئولوژیکلی بود، اعتقاد داشت به طالبان. یعنی میگی اون حس، یعنی میگی اون حس ملیگرایی توی سربازی افغانستان کمرنگ شده بود. حالا ملیگرایی، انسانگرایی، هر حسی، نمیگم که کمرنگ، یعنی به اندازه ای نبود که مثلا، یعنی اینا حاضر نیومده بودن از ارتش باشن که جون بدن برای دفاع از افغانستان. خب اینا خانواده‌شون میشه ملی‌گرایی. خب مالا من ترجیح میدم ملی‌گرایی نباشه، انسان‌گرایی باشه، ولی خب حالا هرچی. آره یعنی میخوای بگی که فکر الان ارزش ملی‌گرایی رو به من میگی یا نه؟ نه میخواستم ببینم منظورت اینه که مثلا میگی اینا خودشون مثلا به خاطر پول و اینا اومدن به عنوان سرباز، یا اینکه مثلا ملتشون آره، یا اینکه نه داوطلبانه اومده بودن. مثلا ما یه چیزی داشتیم توی جنگ عراق، ایران عراق کسی چشم داشت مالی نداشت این مثلا به خاطر دفاع از میان. من نقدشو نمی کنم، بالاخره اینا به خاطر من نمیخوام بگم، یعنی من نمیگم که مثلا اینا پولی هن. خب بالاخره پولی مگه میشه نباشه؟ بخوای خانوادت گرسنن، بخوای شکمشون رو پر کنی. یعنی من نقد، منظورم نقد نبود از این. آره درسته، نه صحبتت درست. کاملا درسته. حتی توی من کلا قبل از اینکه داستان طالبان انقدر چیز بشه، انقدر چی بهش میگم وایرال بشه، من یه خورده مشتاق شده بودم وضعیت کلا افغانستان رو یه خورده پیش برم و دربارش تحقیق کنم، که حرف تو هم یه جورایی درسته. تو خیلی از نظامیای افغانستان اومده بودن گفتن ما هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنیم، پس حتی درجه دارش هم این حرفو زده بود، ما هیچ مزایایی سربازی ما این چند وقت اخیر دریافت نمی‌کنن و دل سرد شدن. هر نظامی هم دل سرد بشه میگه آقا وقتی شما ارزش منو نمی‌دونید پس من برم وسط میدون جنگ، به چه حس و امیدی؟ اون حرف تو دقیقاً یه جورایی درسته. این از این، ولی یه مشکل گسترده تر که من توی مردم و جامعه افغانستان میدیدم توی این چند وقت اخیر که میگم تحقیق کرده بودم و اینا، به شدت درگیر اسلامگرایی و خمگرایی شده بودن اینا، که نتیجهش هم این میشه که یه نمیدونم با دکتر نجیب رئیس جمهور فکر میکنم پیشین افغانستان آشنایی داری آرمی؟ نه خیلی. پیشین؟ کرزایی مگه نبود؟ نه قبل کرزایی. قبل کرزایی، نه خیلی نه. آره قبلش اروپا رفته بود، حالا تا جایی که من میدونم یه سفر، چند تا سفر به اروپا داشته بود و اینا. دقیقا فکر میکنم اینطور که من متوجه شدم افکارش مثل زمان شاه ما بود که باید یه خورده مدرنیته قاطی مردم افغانستان بشه و باید به سمت دموکراسی و آزادی کم کم باید بریم، ولی مردم افغانستان گفتن نه، این میخواد کفر رو برای ما بیاره، کفر رو نمیدونم ایدولوژی آمریکایی رو برای ما بیاره، پس ما نمیخوایم، ما میخوایم مسلمون بمونیم و ما از دین اسلام چیز نمیشیم، که خلاص کودتا کردن و عوض شد و کلن به فنا رفت اون کاری که میخواست بکنه، وگرنه حتی حجاب اجباری دیگه آخر آخرای کارای
دکتر نجیب حجاب میبینم، من فیلماشون دیدم که حجاب اجباری نبود تو افغانستان، یعنی من دیدم مثلا دختر بدون روسری اومده بود بیرون، دقیقا میگم مثل زمان شاه ما، ولی خود مردم نخواستن به خاطر همین اسلامگرایی افرادی که توی مردم نهادینه شده بود. این چه سالی بود؟ مثلاً این 2000 دقیق نمیدونم، اگه میتونی اگه در دست هست یه سرچی بزن ببین سال دقیقشو، من نمیدونم یه چیزی بگم شاید اشتباه باشه. خب بعد دیگه اونجا یه گروهی به نام طالبان روش کرد که گفت خب حالا که مردم اسلام میخوان پس منم بیام اسلام واقعی رو نشونشو بدم دیگه. ببین بستر کارت فراهم شده بود دیگه، این موقع رشدش بود. خب یعنی مثلا ما ایران الان دیگه کم کم مردم ما فهمیدن این اسلام آقا تهش سوراخه و نون و آبی واسه مردم نمیشه، اسلامو کنار زدن. الان تو برو تو مسجدها ما هیئت‌ها رو اینا رو داریم می‌بینیم دیگه، خب خالی شدن. مثلا تو هیئت کیه؟ یه مش بچه مثلا. آره جان نکته آخرت هم بگو چون 262 هم منتظر من بعدش برم سراغ نفر بعد. خب آره ببخشید زیاد شد. خلاصه من میگم چیزی که الان درگیر مردم افغانستان شدن که به این ذلت و بدبختی افتادن همین قومگرایی و اسلامگرایی افراطی بود. همین این درد اون دختره فرخنده بود که به حالا این کارم نکرده بود که گفتن به قرآن توهین کرده، اومدن توی وسط خیابون با چه طرز فجیع شکنجهش کردن. خب این اسلامگرایی افراطی مردم رو به این روز میندازه، یعنی اگه مردم اینجوری دل به اسلام و آیناشون اینا نبندن یه گروه دیگه نمیاد وسط بگه باش حالا که شما اسلام میخوای منم اسلام واقعی رو براتون میارم، این نمیشه. خب مشکل اینه آریا جان که الان قبلا وقتی که الان دیگه به جای رسیدیم متاسفانه که اگه مردم هم بگن که آه این اشتباه کردیم ما اینو نمیخوایم، متاسفانه قدرت یعنی کسایی که اسلحه دستشونه و کسایی که سربازان بذار من بگم حرفم تموم شه، کسایی که سربازان ایدئولوژیکلی دارن که حاضرن برای عقایدشون بمیرن متاسفانه انقدر هم هزینه دارن که بدن و هم حاضرن هزینه که بدن برای عقایدشون که حتی تعداد کسایی که نمیخوانشون حتی بیشتر هم باشه متاسفانه اینا میتونن خودشون رو به مردم زور بکنن تا خیلی مدت. بعضی هم خیلی دلشون خوشه، مثلا تو ایران هم من دیدم میگن که توی تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم که مردم اینقدر ناراضی باشن از حکومتشون و این حکومت بقا پیدا کنه. من میگم اینا مگه کجا همچین تاریخ خوندن؟ کلی مثال داریم. چی میگه؟ من همه همینو میگم، بعدم کسی هم چک نمیکنه. دلشون خوشه که آره درسته. مردم راضی نباشن از اینقدر مردم خشم مردم اینقدر زیاد بشه از حکومت، این حکومت دوام پیدا نمیکنه. ما تو تاریخ دیدیم که همیشه این حکومت دوام پیدا نمیکنه. کجا کدوم تاریخ خوندی؟ کلی مثال داریم که مردم حکومت راضی نبودن، حکومت هم کلی بقا پیدا کرده. من نمیدونم اینا مثال داریم که نکرده. اتفاقا مثالایی که داریم که نکرده فقط یه چه میدونم 100 سال گذشته بوده، 100 سال یا 200 سال گذشته بوده که حالا مثال داریم بعضی موقعا که دوام پیدا نکرده. یعنی الان مخصوصا حکومت‌ها دیگه اون قدرتی رو که به خاطر سلاح‌های نوین راحت‌تره که گروه‌های کمی بتونن، یعنی همون قدرت قبلی که مثلا اینا حاضرن برای عقایدشون بمیرن و هم مشکل جدید که سلاح‌هایی وجود داره که با یه مقدار قدرت کم با یه مقدار تعداد آدم کار باشه. مثلا خمینی الان خب آره یعنی مثل جمهوری اسلامی آره. این جمهوری اسلامی ممکنه بتونه با 5% هم ببین الان ما فهمیدیم اسلام برامون نون آب نمیشه و کاملا از این داستان متنفریم و دوست داریم سریعاً فر حل شده امروز فردا هم عوض بشه این داستان، ولی خب دیگه قدرت دست ما نیست این وسط. این وسط الان زور اسلحه بالا سر ماست، پس اینجوری کار سخت میشه. ولی اگه مثلا آقا ما یه جامعه آزادیم، دموکراسی داریم، همه چی داریم، از اون ور از اون پشت مرز یه قوم اسلامگرا میخواد بیاد ما میتونیم مقاومت کنیم چون حکومت دست ماست، ولی اگه حکومت دست اون طرف مقابل باشه حق با توه، کار سخت میشه اینجوری. درست. الان خب حالا حکومت دست طالبان افتاد. الان خب الان هم حکومت دست طالبان و جمهوری اسلامی از... بله متاسف. الان تازه مردم افغانستان یه 40 سال دیگه به الان ما میرسن، به الان صحبت های ما میرسن، ولی دیگه چیکار کنن؟ دیگه چیزی دستشون نیست، میشن سازه مثل ما.
حالا امیدواریم ما تا اون وقت آزاد بشیم بتونیم کمکشون کنیم. عجب داستانی شده خاورمیانه. چقدر آقا موفق باشیم. مرسی علی جان، فعلا خداحافظ.